کارمندانی میلیسای ناحیه وخشتنی را لاتو کب کرده تجاوز نمودند. در چچنستان مشزنی ام ام ای از ازبکستان پس از جنگی تن به تن فوتید. ازبکستان جوابگری جنایی برای نکاح بدون قید مقامات عقد حوالت شهروندی. در طول دو شبانه روز کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه وخش زنی 24 ساله ساکن محلی را برای عیب دزدی اقرار شدن بی‌رحمانه تحقیر نموده شکنجه می‌کردند. پس از ساعت‌های دراز تحقیر کنی به زن جوان تزریق گذراندند که او فلج شد، سپس او را تجاوز نمودند. در این خصوص تشکیلات اتفاق جامعه شهروندی علیه شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان اطلاع می‌دهد. پراکوراتورای ژنرالی شکایت جبر دیده را قبول نمود ولی پرونده آغاز نکرد. اطلاع می‌دهد تشکیلات اتفاق جامعه شهروندی علیه شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که قضیه مذکور را در سامانه خود نشر نموده است. سبب قضیه مذکور دستگیرشوی برادری کلونیش دلشاد با گمان بری در دزدی می باشد که پیش از عید قربان به وقوع پیوسته است. چطوری که معلوم گردید دزدی در منزل زیستی خاله اش شده است. پس از گذشتن وقتی معین کارمندان میلیسا آمدند و جبر دیده را با فرزندانش یک جای با خواهر خودیش که خواننده صنف ده می باشد به شعبه بردند. با گفته دختر در وقتی پرسیش مفتیش را تحقیر کرده تهدید نموده است. سر اول مفتیش به سوی آوازش را بلند نموده است، سپس دختر را تحقیر نموده طلب کرده است که به جنایت اقرار شود، ولی به این نگاه نکرده دختر به جنایت نکرده اش اقرار نشده است. سپس مفتیش به دختر نزدیک آمده طلب کرده است که گوشوارهایش را بدر کند. وقتی که دختر گوشوارهایش را بدر میکند، مفتیش با قوه داشتهاش به روی دختر میزند. سپس از مویهایش داشته سرش را به دیوار میزند. مفتیش دختر را میزند و تکرار به تکرار میگفت که اگر به جنایت اقرار نشوم مرا تجاوز میکند. نقل میکند دختر. چطوری که تاس به خانواده نورماتف تکیه نموده اطلاع می‌دهد، سنه 7 اکتبر مشزنی جنگی تن به تنی آمیخته شده از ازبکستان بکزاد نورماتف پس از محاربه با مشزنی چچن بسلان ایسایف در مسابقه ابسولوت چمپیونشیپ احمد خندریک که سنه 4 اکتبر در شهر گرازنی برگزار گردیده بود وفات کرد. شب روز یکشنبه بکزاد پس از محاربه به کاما دچار شده پس از سکته معینه وفات کرد. با خبرنگاران نزدیکانی ورزشگر خبر دادند بکزاد در ازبکستان دفن کرده می شود. علمای دین در خصوصی محاربه های بمانند ام ام ای می گویند که آن برای مسلمانان منع کرده شده می باشد، زیرا برای کسی ضربه زدن و عموماً به خود و یا دیگری ضرر رسانیدن در اسلام منع کرده شده است. اینچنین ورزشگران به میدان محاربه برای دلخوشکنی تماشابینان با لباسی ناشایان می‌برند. محمود عبدالمومن بلاگری معروفی ازبک قضیه را چنین شرح داد: یعنی بگیم کنده رنگلرده بولید کن با مسئله جنگ تن به تن در این آین مردم برای تماشای نمایش مذکور پول صرف میکنند که در آن دو حریف با یک دیگر جنگ میکنند و شخصانی هستند که از این نفع میبرند. کارهای مذکور پس کننده شرف انسانی است و برای دلخوشی کرده میشود. انسان هایی هستند که حیوان ها را به یک دیگر جنگ می اندازند و با این درآمد به دست می آورند. کاری که در رینگ انجام داده می شود عیناً به جنگ داختن حیوان ها شباهت دارد و کاری مذکور در جامعه کپیتالیستی یک کاری عادتی می باشد. اکنون مسئله را از نقطه نظر اسلام دیده می برایم. متن های شرعی هستند که قطعیان و آشکارا برای نه تنها انسان حتی برای حیوان زدن را من میکند. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اذا ضرب احدكم فليتق وجهه في الدابه. وقتی که حیوان را میزنید از زدن بر رویش خودداری نمایید. الله تعالی حتی از زدن بر روی حیوان ها باز داشته است. الله انسان را قیترگن و اونو قصدن بلب اروشلگی حرام. Endi ikkinchi masala bor. Ikkinchi masala oxirgi mahalda juda ham ko'pchilikning orasida
غیر از این نقطه آخر حالات های بوقوع پیوستن که مسلمانان از بالای نفر دیگر در جنگ تن به تن غالب آید، بعضی از انسان ها این غلبه را با اسلام علاقه مند می کنند. مثلا جنگ های حبیب نورمگومدوف را پیگیری نماییم، اگر او در رینگ با حریفش که پیروی دینی غیر اسلام است و از بالای او غالب آید، مردم چنین حالت را غلبه اسلام میپندارند. اگر حبیب در جنگ های مذکور اشتراک ورزد و در یک جایگی از پوتین منتداری قبول نماید، این غلبه اسلام نیست. برعکس، اسلام چنین حالت را سرزنش میکند. الله مهربان در قرآن میفرماید: ما بنی آدم را مکرم ساختیم. بنی آدم را بز انسان دو بالاسنه اولوک قلدی دیگن. حبیب سلام علیکم. حکومت ازبکستان نقشه دارد برای گذرانیدن این نکاحی بدون سندی مطابق شده جوابگری جنایی وارد نماید. در این خصوص UPL خبر می دهد. عین زمان سندی کارکر شده استوده است که مطابق آن گذرانیدن این نکاح بدون سندی مقامات عقد حالت شهروندی از طرف امامان بعد جوابگری جنایی کشیده خواهد شد. تغییرات این مذکور باید نکاح‌های بدون قید را اختصار خواهد کرد. ابراز نمود معاونی حاکم ولایت سمرقند گوهر علیموا. امام خطیبلر سیزلر زکس حجتنی کورماستان تروب ترلی بایوچلرگه شرعی نکاح اوقیب برایتکنینگیزده منش باید قید نمود که امروز قریب همه امام خطیبانی مساجد از طرف حکومت خبردار کرده شدند که بدون سند قید در مقامات عقد حالت شهروندی گذرانیدن نکاح منع کرده شده است. تاپلمد اوقیدیگان بنابر این نو خاندار شدگانی که بدون قید مقامات عقد حالت شهروندی نکاح شرعی کردند به مشکلات با قانون روبرو میگردند. در نزدیکی دادگاه فرغانه پدری داماد را که پسرش را بدون سند مقامات عقد حالت شهروندی نکاح نمود به مهلت 7 شبانه روز به جوابگری ماموری کشیده شد. شو توی کنی بلگیلنیب اون چه در کمیتتلر یتی کلده توی باشلی افسنده، اوش از توی کلده، توی توتت ازن، دیده؟